به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به بیننده‌های عزیز برنامه پرتو نور. شما عزیزانی که تماشاگر برنامه‌های پرتو نور هستین، می‌دونین که بحث هفته گذشته ما در باره ثواب بود و این تجزیه و تحلیلی که آقای بازرگان از ثواب کردن. و برای شما عزیزان سوالای دیگه مطرح شد که ما سعی کردیم که این برنامه رو بذاریم و در مورد گناه صحبت کنیم و این دفعه گناه رو تجزیه و تحلیل کنیم برای شما عزیزان و ببینیم که کلن مکانیسم گناه چیه و تأثیرهای یک عمل اشتباه یا خطا به چه صورت در این دنیا و در آخرت خواهد بود. خب در این دنیا بودنش خب خیلی مشخصه که هر کسی که هر جرمی بکنه یا گناهی بکنه طبق قوانین دادگستری اون نتیجه اعمالش رو میگیره، اگه زندان باشه به زندان میره، اگه اعدام و یا جریمه های مادی باشه خب مجرم باید اونو پرداخت کنه و این قوانین هم همیشه در مکانهای مختلف خیلی با هم دیگه فرق میکنه، ولی به طور کلی بحث اینجاست که من میخوام باز کنم این بحث رو ضمن خوش آمد به آقای بازرگان و از اینکه باز زحمت کشیدن و خوشحالیم که در خدمت ایشون و شما عزیزان هستیم. سوال رو به این صورت مطرح کنم، همینطور که بیننده خیلی توجه داشتن اول بگم به برنامه هفته گذشته و خیلی خوششون اومد از اینکه ثواب رو صحبت کردیم و میخواستن بدونن که کلن گناه هم عین ثواب یک چیز ذاتی و درونیه و یک چیزی نیست که از خارج کسب بکنن. برای که شما مثال زدیم مثل علم و تجربه، خواستن اینو شما در مورد گناه هم توضیح بدیم و در ضمن خواسته بودن که ببینن که سلسله مراتب گناه و تقسیم بندی گناه در قرآن به چه شکل هستش. بله، به نام خداوند ذوالجلال و الاکرام، صاحب همه جلالت ها و کرامت ها، و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بحث جلسه گذشتمون عمدتاً پیرامون مفهوم ثواب بود که چقدر اون ثوابی که در قرآن گفته میشه با اون درک و دریافت و برداشت عمومی مردم فاصله داره. ما معمولاً ثواب رو به عنوان یه چیزی بیرون از وجود خودمون، یه امتیازی، یه نمره یا جایزه‌ای که مثل این که خدا به ما بده تلقی میکنیم، یه چیز اعتباری. ولی اون چی که در قرآن هست، ثواب میگه دستاورد عملتونه، بازتاب عملتونه، ریاکشنیست که در خودتون به وجود میاد. گناه هم در واقع همینطوره، کسی در بیرون نیستش که ما رو به خاطر یه کاری عذاب بکنه. یه نظاماتی هست، یه قوانینی خدا گذاشته که هر کسی محروم بشه اون نتیجه رو نبره، در واقع اون محرومیت او رو به هر حال درد و رنجی میده. مثل آدمی که گرسنه است، وقتی که نیاز مواد غذایی رو تامین نمی‌کنه، اون گرسنگی در واقع اون رو رنج میده، عذاب میکشه. یا آدمی که خسته است، اگر پناهی نداشته باشه، در جایی استراحتی بکنه، فقدان اون آسایش، اون چیزی که به بار میاره، در واقع عذابشه، گناهشه در واقع. مفهوم گناه یه چیز فارسیه، کلمه گناه. ما اصلا در قرآن کلمه گناه نداریم. شاید به نظرتون خیلی عجیب بیاد. ببینید، اصولا وقتی ترجمه میشه یه متن دینی، یه واژه‌های دیگه‌ای به جاش مینشینه که الزاماً همون معانی رو نداره. شما در کتاب اوریجینال تورات یا انجیل اصلا چیزی به نام گاد نمیبینین. گاد تو ترجمه انگلیسیه این متنه، یا به فرانسویش دیو خدا اونا میگن. در فرض کنی تورات یا انجیل، فرض کنی یهوه هستش یا الوهیم، اینا یه معانی دیگه ای داره. یعنی الزاماً مساوی اون چیزی که گاد یا دیو گذاشتن نیست. بسیاری از واژه ها، چون اصل این کتاب، کتاب مقدس که به زبان انگلیسی یا فرانسه نبوده، اصلش به زبان‌های دیگه بوده که خب حالا ترجمه شده. قرآن هم وقتی که به فارسی برمیگرده، یه واژه‌هایی رو ما جایگزین می‌کنیم که الزاماً اون معنا رو نداره. شما به ترجمه‌های قرآن مراجعه کنید، شاید 10-15 تا کلمه است که ترس عیناً ترجمه می‌کنه، در حالی که هر کدوم یه معنای خاصی داره. یا راه،
راه مثلا سبیل رو میگن راه، صراط رو میگن راه، طریق رو میگن راه، جاده رو راه. اینا همه عربیه ولی هر کدوم یه معنا داره. گناه هم همینطور، اصلا ما کلمه‌ای معادل گناه نداریم در قرآن. گناه فارسیه، از کلمات فارسی است که وارد زبان عربی شده، ولی عربا چون گاف ندارن میگن جناح. کلمه جناح تو قرآن اومده از زبانهای مختلف، شاید ما 40-50 تا کلمه فارسی داشته باشیم که وارد زبان عربی شده. خدا هم یک کلمات جدید که نیورده، همون زبانی که مردم عرب باهاش مکالمه میکردن، این مفاهیم عمیق رو روی همون دستگاه زبانشناسی پیاده کرده. گناه هم یک کلمه وارد شده از فارسی به عربی هست که اونا میگن جناح. 25 بار کلمه جناح تو قرآن اومده، هیچ جا نگفته این کار گناه داره. در تمام 25 بار قرآن میگه گناه نداره، لا جناح علیکم، این کار گناهی نداره، لیس علیکم جناحون، این کاری که فکر میکنین گناه داره گناه نداره. حتی یک بار در قرآن نگفته یه کاری گناه داره. من کلمه گناه میگم، نه که گفته باشه خلاف و خطا نیست. کلمه گناه به این مفهومی که ما تو فارسی فکر میکنیم اصلا تو قرآن نیست. و برعکس هی میگه بابا این کارا رو انقدر مته به خشخاش نذارید، انقدر وسواسی به خرج ندید، لا جناح علیکم، اینا گناه نیست. بعضی از مواردش مثلا میگه که خب تو حج رفتین، عجله دارین، تو منا میخواین برگردین، گناهی نداری که حالا دو روز زودتر برگردی. یا میگه کسی طلاق گرفته میخواد دو مرتبه به اون شوهرش که طلاق گرفته برگرده، بابا گناهی نیست، میتونه برگرده. میگه اگه بچه‌تون رو میخواین فرض کنید خودتون شیر ندین، به زن میگه میخواین دایه بگیری یه پولی باید بده، گناه نیست، فکر نکن اینا گناهه. یا میخواد نماز تو سفر جنگی است بشکنی، گناهی نیست که حالا نصف نماز بخونی. کسانی که دیگه به سن پیری رسیدن میخوان حجابشون رو بردارن، نترس، بردار، لا جناح علیکم، گناهی نیست. 25 بار چیزایی که ما هی میخوایم وسواسی به خرج بدیم، مته در واقع بذاریم رو خشخاش، میگه بابا اینقدر اینا رو سخت نگیرید، اینا گناه نیست. خب مراجعه بکنید 25 بار که کلمه جناح که نظر فارسی میگن گناه تو قرآن اومده، همش این وسواسی های بشر رو که تو دنیای خودمون تنگ نظری ها و تنگ بینی های خودمون هی میگیم این کار گناهه اون کار گناهه، یا برای دیگران فقه و اینا میتراشیم که دست به این نزن، اون کار نکن اون کار نکن، میگه بابا اینا گناه نیست، لا جناح علیکم. حالا خیلی من لیستشو چون این سوالو گفته بودین دفعه بعد ممکنه مطرح بکنن، اینا رو نوشته بودم که چه چیزایی رو قرآن میگه بابا اینا گناه نیست. این در واقع در فرهنگ فارسی ماست، اصلا قرآنی نیست. چیزی به نام گناه، گناه ها خوب دقت بکنید، ما تو قرآن نداریم. اعمالی رو گفته که این اعمال در واقع چه نتایجی بر شما داره، ولی کلمه این که این کار گناهه مطلقا تو قرآن نیستش. خب خیلی جالبه، چون ما خیلی اشاره به قرآن میکنیم و همش میگیم این کارو خداوند گفته گناه نکنین این چیزه. حالا اگه واقعا خب فرمودین که کلمه گناه به مفهومی که در فارسی ما به کار میبریم توی قرآن نیست، بله، و به جای اون جناح اومده که اونم شما میگین که یعنی دوری کردن. حالا اگه پس کلمه قرآن تو گناه تو قرآن نیست، پس یعنی هر کاری میشه بکنی و هیچ کاری زشتی و یا زیبایی نداره و هیچ همه چی مجازه؟ اگر چنانچه این درست باشه، پس این واژه هایی که در قرآن بسیار اومده در مورد بهشت و جهنم یا ثواب و عقاب که هر چیزی یک به هر حال یک عکس العمل آخرتی داره، پس چجوری میتونیم اینو در اگر هست به جای گناه چه واژه هایی اومده؟ بله، مفهوم گناه رو برسونه، درسته، پس سوء تفاهم نشه حالا برای شما یا برای بینندگان. من عرض کردم که قرآن هیچ وقت نمیگه این کار نکن گناه داره، اینو ما میگیم تو فارسی. از یه زاویه دیگه وارد میشه، درست مثل این که تو دانشگاه یا تو مدرسه به شاگردان نمیگن این کار نکن گناه داره، میگن آقا این کاری که میکنی این درس نمره نمیاری، اینی که نمیخونی این واحد رو نمیتونی پس بکنی، نیست؟ مسئله گناه و ثواب رو مطرح نمیکنن، نتیجه اعمال رو میگن.
یعنی هر کار رو به اون دانشجو میگن که نتیجه این کار چیه، تو انقدر غیبت کردی این نمره رو دیگه بهت نمیدن، این نتیجه رو نمیاری. گناه و ثواب مثل این که یه چیزی، یه تابوی ما درست کردیم که این گناه داره، این ثواب داره، این کار رو نباید کرد. قرآن کلمه گناه رو عرض کردم در 25 بار فقط گفته این کار گناه نداره، یک بارم نگفته این کار گناه داره. میگه لا جناح علیکم، گناهی نیست، لیس علیکم جناح، نیست. میگه انقدر وسواسی به خرج ندین، انقدر نرین رو جزئیات. ولی با زبانهای دیگه نتایج عمل رو گفته. شاید حدود 20 تا واژه تو قرآن کارهای خلاف و خطا رو مثل ظلم مثلا میگه این کار ظلمه نکنید، نمیگه گناهه. این کار مثلا فسق نکنید، این کار فساد نکنید، این کار خوب در واقع 20 تا واژه است که داره توضیح میده، یعنی مفهوم رو به ما منتقل میکنه. این کاری که میکنید اینه نتیجهش، این به اصطلاح عمل کردش، فانکشنش تو جهان اینه، این تأثیراتو میذاره. مثل این که به اون دانشجو دارن آگاهی میدن، این درسو میخونی به این نتیجه میرسی، اینو نمیخونی این نتایجو به دست میاری. 3 واژه عمده هستش که عمدتاً این 3 واژه رو برای ما مطرح میکنه. یکی در مورد علت ارتکاب کار بد چیه، چرا تو کار بد میکنی، این رو روش جرم میذاره. حالا جرم باید ببینیم جرم یعنی چی، یا اینکه ریشه روانی این کاری که میکنی چیه. به جای که بگی این کار گناهه، اول اون کاری که میکنی چرا این کار انجام شده، دومی که از نظر روانکاوی روانشناسی ریشش چیه، چرا این کار انجام دادی. اینو بهش میگن در واقع اسم با 3 نقطه. یا بعضی جاها حالا عوارضشو میگه، این کاری که انجام دادی این که تمام نشد، آثار و عوارضی داره. اونجا میگه ذنب. یعنی پس به جایی که بگه این کار گناه داره اون کار گناه نداره، میاد چرا این کار انجام دادی، علتش چی بود، ریشه یابی شخصیتیت چگونه بود، چه عاملی باعث شد این کارو بکنی، و حالا چه آثار و عوارضی داره. این 3 کلمه جرم، اسم با 3 نقطه و ذنب، این مثلث در واقع بیان کننده محورهای رفتار ماست که توی قرآن اومده. البته کلمات دیگه هم طور که عرض کردم، واژه های دیگه هم به کار برده شده، ولی این 3 در میدان معنی شناسی گناه در قرآن نقش اصلی رو بازی میکنن. بازم من خودم هم کلمه گناه رو عادت دارم تکرار میکنم. گناه اصلا نمیگه قرآن، چیزی به نام گناه به اون معنا ما نداریم، یعنی این تعریف نمیکنه، ولی اعمال و نتایجش رو برای ما میگه که گرفتار این کار میشی، این غذا رو میخوری دوچار دلدرد میشی، سردرد میشی، مسمومه. نمیگه گناهه، میگه این بدون این نتایج رو داره، بفهم در واقع. و چرا حالا این غذا رو مصرف میکنی، چرا سراغ این رفتی، انگیزش چیه. به ما یه آگاهیایی میده که رفتارهامون رو بشناسیم. در واقع رفتارشناسی قرآن به ما تعلیم میده، اعمالمون رو بدونیم هر کدوم چه بازتابی داره. خیلی ممنون. من واقعا به نظر من خیلی جالب بود، برای اینکه چیزی که شما بهش اشاره کردین من اینجا یادداشت کردم که گفتین که خداوند واقعا نیومده بگه که گناه، این کار گناه داره، و برای هر کاری که یک آدمی انجام میده که حالا اسمش بذاریم جرم که مفهومش جرمه، ولی خداوند خواسته ریشهشو در خود شخص پیدا بکنه. یعنی من نگم من این کارو کردم به خاطر اینکه اون شخص این کارو کرده، یعنی خداوند توجه انسانو به خودش میده که اینو از خودت سوال کن که چرا این کارو کردی، از نظر ریشه روانیشو در خودت پیدا کن. خیلی به نظر من جالبه، یعنی قبل از اینکه ما دیگرون رو محکوم کنیم برای کار ناشایست خودمون یا جرم خودمون، بیایم خودمون رو سوال کنیم، خودمون رو زیر کوئسشن بیاریم و ببینیم علتش رو در خودمون پیدا کنیم. بسیار جالب بود این تقسیم بندی واژه‌ای که در قرآن کردین، خیلی جالبی که به نظر من خداوند چقدر واقعا دقیق اینو به بشر توجه داده که اعمالت مسئول اعمال خودتو خودت هستی، نمیتونی سر خودت کلاه بذاری بگی من به خاطر یکی این کارو کردم. آگاهی و شناخت واقعا خیلی ممنون.
و سوالی که خب پیش میاد اینه که خب راجب جرم صحبت کردین. جرم خب از نظر حقوقی خب همطور که میدونیم کسی که خلاف قانون یه کاری رو انجام بده مجرم شناخته میشه. بله. و خب در دستگاه قضایی باز بهش اشاره کردیم که خب هر جرمی یک چیزی داره، یک نتیجه‌ای داره که خب دادگستری یا دستگاه قضایی اونو تعیین میکنن حالا بر طبق اون کاری که انجام شده. و ولی اینا همشون این جرم از نظر قانونی یک باز یک مسئله قراردادی و اعتباریه. بله. که مشخص شده جرم مجرم کیه و نتیجه کارشو چجوری مجازاتش خواهد بود. ولی معنای جرم در قرآن چیه؟ به چه صورتی اومده اگه؟ بله، من هم در مقدمه عرض کردم که بله. شما دقیقاً میخوان تورات رو بشناسین باید برین، یعنی خب کار عادی مردم نیست، متخصصین که در اون زبانی که تورات نوشته شده یا انجیل دقیقاً چه مفهومی رو تو اون زمانه داشتن. قرآن هم همینطوره. جرم این کلمه عربی است که وارد فارسی شده. خب به فارسی شاید بشه بزهکاری، یعنی مجرمانه کاری انجام داده. جنایت هم باز عربیه، وارد فارسی شده. جرم در زبان عربی یعنی قطع، بریدن، قطع رابطه. شما هر کتاب لغتی را اگر ببینین ریشه جرم میگه درختی که میوهش قطع شده، میوه نمیده. یعنی چی؟ یعنی درخت که مصرف کننده است تو طبیعت، داره نور میگیره، اکسیژن میگیره از هوا، از خورشید داره حرارت میگیره، در این تبادل اکسیژن و کربنی که با طبیعت داره، از زمین داره آب میگیره، مواد عالی رو از خاک داره میگیره، گیاه یه درخت میوه دائما داره مصرف میگیره. اگه میوه نده میگه جرم، یعنی میوه نده یعنی رابطهشو قطع کرده، آب جذب نمیکنه، این آوندای آبکشش آب رو نمیفرسن به بدنه یه درخت، ریشه هاش اون وظیفه مواد عالی رو گرفتن رو قطع کردن. یعنی هر یک از این پیوندای ارتباطی درخت با طبیعت قطع بشه این درخت خوش میشه. پس یه درختی موقعی سبز و خرمه که برگهاشو به طرف خورشید بگیره، ریشه هاش به سمت آب بره، مواد عالی رو بگیرن، در این اتصالات و ارتباطاته که درخت میوه میده. کلمه جرم یعنی قطع میوه. لاجرم در زبان عربی میگه لاجرم من این کارو میکردم، یعنی لاینقطع، بدون انقطاع. پس معنای جرم یک نوع قطع رابطه است، درست؟ حالا درخت وجود ما موقعی سبز میشه، خرم میشه، میوه و محصول میده، خیرمون به دیگران میرسه که یه ارتباطهایی رو ما با طبیعت، با جهان پیرامونمون داشته باشیم. پس جرم به کارایی میگن که یه نوع قطع ارتباطه، قطع ارتباط با خداست، قطع ارتباط با مردمه، با زمانه است، با تاریخه، با مسئولیت هاییست که ما در پیش داریم. یعنی حیات ما در یک سلسله ارتباط هایی شکل میگیره که اینا هر کدومش قطع بشه، مثل کامپیوتر شماست که هم به اینترنت اگه میخواد وصل باشه یه سیم ارتباطی باید باشه، به برق وصل باشه، چندین سیم ارتباطی داره دیگه، هر کدومش ما رو به یک جهاتی داره متصل میکنه. اینو نباید از برق کشید، این میشه جرم در واقع. من حالا به زبان بله. مثال دارم خدمتون میگم. یا آیه تو قرآن هست، آیه 38 سوره مدثر مثلا میگه که از مجرمین در آخرت میپرسند که ما سلککم فی سقر. مجرمین، از مجرم، مجرم کسیست که قطع رابطه کرده، چی شد که تو دوزخی شدی؟ پاسخ اونا دقیقا نشون میده از چه چیزایی قطع رابطه کرده. قالو لم نکن من المسلین، ما که به سمت خدا رو نکرده بودیم، یعنی ما قیچی کرده بودیم رابطمونو با آفریدگارمون. یک، پس با خالقمون ارتباطی نداشتیم، صلات یعنی روی کردن به خدا، ما به او رو نداشتیم، اقبال به خدا نداشتیم، به خودمون توجه داشتیم، مثل درختی است که از خورشید قطع کرده رابطه‌شو. ولم نکن نوت مل مسکین، اصلا کاری با گرسنگان و نیازمندان نداشتیم، با یتیما نداشتیم، یعنی قطع رابطه با مردم، خلق خدا.
یعنی نه با خدا مرتبط بودیم، متصل بودیم، نه با بندگان خدا. و کنا نخوز و مل خوازیم، فرو رفته بودیم در مشغولیت های خودمون، با همپالگی های خودمون، غرق قمار بودیم، غرق شراب بودیم، غرق مشغولیت های زندگی خودمون یا پول درآوردن و لذات خودمون بودیم. مثل کپ که سرش رو زیر برف میکنه، کپ یعنی قطع رابطه کرده با واقعیت های بیرون. و کنا نکذب به یوم الدین، با زمانم قطع رابطه کرده بودیم، یعنی ارتباط امروز با آیندهمون رو قیچی کرده بودیم. قرآن میگه آیندت سرنوشتت به امروزت وصله، یعنی در واقع 4 انقطاع رو دارن میگن. این داره نشون میده مجرم کیه: قطع رابطه با خدا، با خلق خدا، با مسئولیت‌های اجتماعی، با زمانه. میگه خب چیزی شفع او نبوده که امروز به دردش بخوره. شفع یعنی پیوستن، یعنی به خدا نپیوسته بوده، به خلق خدا نپیوسته، به مسئولیت‌های اجتماعی نه، با چیزی وصل نبوده. این تک و تنهاست، این بریده است، پس امروز چیزی به دردش نمیخوره. داره مفهوم جرم و مجرم رو نشون میده. کارایی رو قرآن میگه که جرمه که یک نوع انقطاع و بریدگی در واقع درش باشه. همه این مواردی که توی قرآن اومده، یعنی بشر در این ارتباط و اتصالشه که رشد میکنه. اتفاقا یه مطلبی چند وقت پیش توی همین پیامایی که برای هم فوروارد میکنن، ایمیل های از حسن بصری چیزی نقل کرده بود. حسن بصری میشناسین، یکی از عرفای قدیم، 1300-1400 سال پیشه، جز سرسلسله عرفاست دیگه، همه میدونن که ذوق عرفانی دارن، از حسن بصری نقل میکنه. ازش پرسیده بودن استاد تو کی بوده تو زندگی که تو اینطوری پرورش پیدا کردی؟ میگه من خیلی استاد داشتم، خیلی استادایی داشتم. میگه نه خب بالاخره کیا بودن؟ میگه خب نمیتونم که بشمرم. میگه خب حالا چند تا از نموناشو بگو. 3 از استاداشو میگه. خب دقت کنید، یکی از استاداش در واقع یه سگه، یکی از استاداش، من حالا اینن براتو میخونم، یکیش میگه که یه دختر بچه است، یکی دیگهش میگه که در واقع یه دزده. پس آدم میتونه هم از دزد درس بگیره، یعنی اگه نبره با جامعه، هم از یه سگ میتونه درس بگیره و هم از یه دختر بچه کوچیک. این تعجب میکنه که آخه چطور. میگه چطور دزد استاد شما بوده؟ میگه آره یه شب من دیر آمدم، این کلیدمو جا گذاشته بودم، خونه همسایه گذاشته بودم، دیگه روم نمیشد ساعت 12 شب بیدارش بکنم، مونده بودم پشت در خونه که چیکار کنم تو تاریکی شب، تا صبح باید اینجا سر بکنم. یه کسی داشت رد میشد و گفتم آقا شما میتونین در باز کنی؟ به یه چشم برم زدنی در خونه رو باز کرد، پرید از دیوار رو. گفتم تو چی کاره اینقدر؟ گفت من دزدم. میگم انقدر این کارش بر من جالب بود، گفتم حالا شب بیا خونه ما بخواب. آمده با هم دوست شدیم، این یه ماهی خونه ما بود و هر شب من میرفت سر کار. گفتم خب کجا میری؟ گفت سر کار. سر کجا میری؟ من دزدی دیگه، کارمونه، شغلمونه. میگفت بر میگشت، بعد میگفتم خب چیزی دستت هم؟ میگفت نه خدا بزرگه، بالاخره روزیمونو میرسونه. میگفت من از این درس گرفتم. حالا اینن اینو میگه، میگه هر شب که از خانه بیرون میرفت میگفت میرم سر کار، تو به راز و نیازت ادامه بده، مراقبه و محاسبت رو بکن، برای منم دعا کن. وقتی برمیگشت میپرسیم چیزی به دست آوردی یا نه، با بی تفاوتی پاسخ میده امشب چیزی گیرم نیومد، اما انشالله فردا دو مرتبه سعی میکنم. میگه اون راضی بود، هیچ وقت افسرده ندیدمش. از اون پس هر وقت من مراقبه میکردم در این راز و نیاز بودم، اتصال نمیشد، سیمم به اصطلاح وصل نمیشد، حضور قلبی با خدا پیدا نمیکردم، به یاد کلمات اون دوز میافتادم: امشب چیزی گیرم نیامد، اما انشالله فردا دو مرتبه سعی میکنم. میگه این جمله به من توان میداد، انرژی میداد. یعنی پس میشه یک کسی مثل یک استاد عرفان از یه دزدی درس بگیره که نومید نباید شد. میگه عجب، حالا استاد دومت کی بود؟ میگه سگ. من رفتم لب آب بخورم، دیم سگ تشنم، اون آمد ولی عکس خودشو تو آب میدید، احساس میکرد یه سگ دیگه است، هی پارس میکرد، هی میترسید نزدیک بشه، هی میخواست نزدیک بشه، سخت تشنه بود ولی وحشت اینکه یه سگی حالا مقابلش، یعنی سرش هم نزدیک میکرد، مثل اینکه سر اون نزدیکتر میشد، باز میترسید، عقب میرفت. بالاخره از بس تشنه بود دلی به دریا زد، پرید
وقتی که پرید اون تصویرش تو آب رفت، قشنگ آبش رو خورد. میگفت اینم بر من یه درسی شد که وقتی از یه چیزی میترسی برو به مسافه مشکلات. پس یک سگم میتونه برای آدم هنداموز باشه، درس بده. سومیش هم میگه که یه دختر بچه بود، یه شمی دستش بود، داشت میرفت مثلا مسجد. من خواستم حالا مثلا یه فضل فروشی کنم که خب دختر جان میدونی که مثلا این شمی که الان روشن کردی قبلش چی بود؟ میگه دخترک شم رو خاموش کرد. از من پرسید جناب میتوانید شما بگویید شعله ای که الان اینجا بود کجا رفت؟ شم رو خاموش میکنه، میگه شما بگین کجا رفت. میگه از اون لحظه بود که فهمیدم چقدر ابله بودم. کی شعله خرد را روشن میکند؟ شعله کجا میرود؟ فهمیدم که انسان هم مانند آن شم در لحظات خاصی آن شعله مقدس را در قلبش دارد، اما هرگز نمیداند چگونه او را روشن کند و از کجا آمد. حالا من منظورم این بود که مفهوم جرم یعنی قطع رابطه. انسانی که بتونه با طبیعت ارتباط داشته باشه، از باد، از باران، از همه طبیعت آیات خدا رو ببینه، فخر فروشی نکنه، یه بچه کوچیکم میتونه به من درس بده، او رو حذف نکنم، کنار نذارم، رابطم با دنیای حیوانات هم نیکو باشه، من از یک رفتار یه سگ هم میتونم درس بگیرم و الی آخر و خیلی چیزهای دیگه. در واقع یه دزد هم نمیتونم تردش بکنم، دفعش بکنم، اونم میتونه تو رفتارش برای من یک پندی داشته باشه. پس اون چی که خداوند به عنوان گناه میگه، گناه اینی که تو خودتو اصلا ببری، جدا کنی. اون وقت یک سلسله چیزایی رو تو قرآن گفته که اینا جرمه. چیا هست؟ اموری، کارهایی که رابطه تو رو قطع میکنه. این کار باعث میشه که ارتباطت با خدا قطع میشه، ارتباطت با خلق خدا. تو باید مشتاق باشی، شیفته باشی، شفقت به مردم داشته باشی. تو رو کنار میبره این چیزا، تو رو با زمانه، با مسئولیتات، با ابدیت، با تاریخ جدا میکنه. پس قرآن به جایی که بگه این کار گناه، این کار ثوابه، این کار بکن، این کار نکن، بخشنامه ای، دستورالعملی، داره به ما نشون میده که تو باید رشد بکنی، سبز بشی، بالنده بشی، بارور بشی. این کارا، این سلسله امور جرمه. مفهومش اینه که رابطت رو قطع میکنه، سیم اتصالت رو در واقع میبره. حالا خیلی بحث زیاد میشه. بله. کلیاتش رو خدمتون میگم. خیلی ممنون، مرسی. خب همطور که شما فرمودین، شما علت اصلی ارتکاب جرم رو توضیح دادین که خب مسئله دوری کردن، انقطاع رابطه بین خدا و خلق، که این باعث میشه که در حقیقت گناه به وجود بیاد. و به مسائلی مختلفی زدین در این مورد که خب به میوه درخت اشاره کردین که باعث میشه قطعش، خب باعث از بین رفتن اون درخت میشه، و بسیار مسائلی جالبی بود که اشاره شد بهش. ولی من میخوام راجع به این سوال بشه که ریشه و زمینه از نظر واقعا روانشناسی چرا باعث میشه که یک نفر باعث جرم، انجام یک جرمی بشه، و این چه خصوصیاتی ممکنه اون شخص داشته باشه؟ چون میبینیم از یک طرفی خب یه انسانهایی هستن که این رابطه رو وصل میکنن و یک گروهی از انسانها هستن که این رابطه رو قطع میکنن. حالا خصلت این مختلف این دو گروه چی میتونه باشه؟ اگه میشه خواهش کنم توضیحی بدین. بله. پس اول این مسئله مطرحه که چرا ما خلاف و خطا میکنیم. بله. ریشش اینه که ما رو قطع رابطه کردیم. حالا چرا حالا چرا ما قطع رابطه میکنیم و چرا بعضی اون رابطه رو وصل میکنن؟ چه چیزایی باعث میشه که روابط ما با خدا، با خلق خدا، با طبیعت، با هستی بریده میشه؟ چرا بعضی این کار میکنن؟ واژه دومی که قرآن به کار میاره اسم، نه با سین، با سیس نقطه. من عرض کردم شاید تا 20 تا واژه هستش که همه جو تو ترجمه قرآن می‌نویسن گناه، که هیچ کدوم معنای گناه نمیده. هر کدوم از یه زاویه نگریستن به رفتار آدمه. اسم با سه نقطه یعنی تنگ نظری، تنگ بینی، خودپرستی. قرآن میگه ان الشرک، شرک
کسی که مشرک باشه من یشرک بالله فقد افترا اسما مبینا، یعنی این خدای آفریدگار کهکشان ها میلیون ها خورشید، این رو بیاره دیدش به خدا، یه انسان هم بخواد سرخم بکنه در برابر این، میشه شرک. شرک یعنی هم خدا و هم خرما، آلوده کردن خدا پرستی بی‌نهایت، خدایی که همه این نعمت ها از آن اونه، آدم سرخم بکنه. به تعبیر اقبال لاهوری میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. ما بصیرت نداشتیم که بنده یه آدم دیگه شدیم، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. انسان یه گوهری داره، یک وجدانی داره، یه ارزشی داره. چرا این گوهر وجود تو نظر قباد و جمع میکنی؟ پادشاه های ایران یا یعنی صرف قدرتمندان، دیکتاتورا، چرا سرخم میکنی؟ چرا دریوزگی میکنی؟ چرا پیش هر کس و ناکسی سرخم میکنی؟ میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامیز سگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. کسی دیده سگی بیاد دریوزگی بکنه، سرخم بکنه؟ در واقع میخواد بگه که از موقعی که بشر این عظمت رو بخواد بیاد خلاصه بکنه، بت رو بزرگ بکنه، بزرگان دینیش رو بیاد قلوف بکنه، یا دیکتاتورها، قدرت‌های روزگار، میشه شرک. میگه این بزرگترین تنگبینیه. واژه اسم با سه نقطه در قرآن مقابل بره. بر یعنی گستردگی، سعی صدر. یه اصطلاحی تو ایران هست میگن دریا دل. دریا دل یعنی مثل دریا، مثل اقیانوس دلش بازه. اصطلاح قرآنی صحرا دله، چون آدم تو جای دیگه مرتب دیدش رو، افق دیدش رو تپه و درخت و اینا میگیره، ولی تو کویر، تو دشت، قلم رو به دیدش گسترده است. میگن بر رو بحر. بر یعنی دشت، به هر طرف نگاه کنی افقت بیکرانه، نیست؟ پس تو رفتارم انسان میتونه که بیکرانگی خوبیش باشه. یه وقت هست که آدم خوبه ولی با خودش، یه ذره میره جلوتر با همسر فرزندش خوبه، یه ذره میره جلوتر به فامیلش، extended فامیلش، یه وقت هست هم محله هاش، هم شهری هاش، هی میره عقبتر، هم وطنانش، بشریت، جهان هستی، این دیوار رو این هی میتونه ببره عقبتر، عقبتر. اینو بهش میگن بر. واژه بر بسعت دید انسان و قلم رو و عملش رو تعریف میکنه. کلمه مقابلش اسمه، تنگ نظری، خودبینی، فقط نوک بینی را دیدن، دنیای محدود بسته داشتن، تو پیله وجود خود بودن. اینو بهش میگه اسم. همه ترجمه میکنن گناه، که اصلا نمیرسونه. یعنی چی؟ داره میگه چرا کار خلاف میکنی؟ برای اینکه خودتو میبینی. قرآن میگه زنا اسمه، نکن. تو یه لحظه لذت چند دقیقه خودتو میبینی، چه آثار و نتایجی برای جامعه داره، با اون شخصی که باش ارتباط نامشروع داری. میگه زنا اسمه. یا میگه اگه به نفع کسی میتونی شهادت بدی برو بده، نترس که برای خودت درد سره. میگه من یک تو کسی که کتمان بکنه شهادتی، فانها آسمون قلبه، قلبش دچار اسم شده. یعنی این دل دیگه دل خودخواهه، خودپرسته، گور پدرش به من چه مربوطه، چرا خودمو به درد سر بندازم. بسیاری از گناهان رو میگه بدبین به دیگران نباش، ای مؤمنین اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیاری از بدبینی ها بپریزید. ان بعض الظن اثم، بسیاری از بدبینی ها اسمه، یعنی این گناه با. تو خودتو میبینی، هر کی با تو بد بوده مثل این که این دیگه همه چیش بده، این خط قرمز روش میکشی، چه خبره؟ مگه تو مرکز دنیایی؟ مگه هر چی هست باید به تو خلاصه بشه، ختم بشه؟ جهان خیلی فراتر از خودت هست. پس در واقع واژه دوم که ریشه یابی میکنه که چرا شما قطع میکنید سیمای ارتباطیتون رو با طبیعت، با جهان، با تاریخ، با خدا، برای اینکه تو خودتون حبس میشید، در دنیای محدود خودتون زندانی میکنید خودتون رو. و بعد یک سلسله کارهایی رو میگه اینا اسمه، این کارو نکن. یعنی کمک میکنه خودپرستی ما رو تقویت میکنه، خودبینی، تنگبینی، اون وسعت نظر، اون دریادلی که انسان باید داشته باشه، افق دیدش، افق رفتارش، جهان شمول باشه، همه طبیعت رو ببینه،
تعصب نداشته باشه، فقط هم فکرای خودش، هم مذهبی های خودش، یه آدم بازی باشه، دنیای گسترده باشه، به اصطلاح اینجا open minded باشه، narrow minded نباشه، نازک، تنگ. قرآن این کلمه narrow minded رو میگه اسم، دنیای باریک، دنیای تنگ، دیدگاه بسیار محدود. حالا به جای که بگه این کار گناه داره ثواب داره، میگه این کارا تنگ نظریه، نکن. تو رو تو زندان در واقع وجود خودت، تنگیای خودت در واقع میبره. خیلی ممنون بیننده عزیز، حتما که با ما هستین، و دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستین و خلاص تلویزیون رو روشن کردین و برنامه دلخواهتون رو دارین نگاه میکنین، برای اینکه خیلی براتون مسئله دور از ذهن نباشه، میخواستم بگم که بحث امروز ما راجع به گناه هستش و آقای بازرگان توضیح خیلی قشنگی دادن که این گناه کلن توی قرآن به صورت گناهی که ما در لفظ فارسی داریم وجود نداره و جرم هستش، که این جرم علتش قطع رابطه با خدا و خالق و خلقه. و خب مسائل بسیاری زدن که روشنگر این مسئله بود، و به دومین چیزی که اشاره کردن این که از نظر روانی چرا یک آدمی باعث این میشه که یک جرمی مرتکب بشه، که خب از نظر قرآنی گفتن که این به کلمه اسم اومده با سه نقطه، و مفهومش اینه که این باعث تنگ نظری ها و اینکه تو کوکون خودش آدم بمونه و از خودش بیرون نیاد، رابطه با خلق برقرار نکنه، و باعث این تنگ نظریه ها و یا اینکه بشینه برای خودش فلسفه بافی کنه، اینا باعث این میشه که مرتکب جرم بشه. حالا پس با ما باشین تا بازم این بحثمون رو ادامه بدیم، که همطور که برای بیننده از این توضیح دادم، شما خوب اشاره کردین به جرم، بسیار جالب بود، همینطور علت جرم که از نظر روانشناسی و چرا اون زمینه در یک شخص به وجود میاد که باعث این میشه که یک جرم مرتکب میشه، خوب صحبت کردیم. ولی با توجه به اینکه خب الان در سیستم قضایی هر مملکتی یا کشوری، مخصوصا با خب قبلا پرونده ها مشخص بود، الان از نظر مثل کردیت ریکورد یه نفر هستش یا یه نفر که مشخصه، حتی برای کردیت ریکوردش یه اسکوری داره که چقدر این کار اشتباه کرده یا کار اشتباه غیر قانونی نکرده، خب کردیت ریکوردش اسکورش بالاست، مثبته. ولی حالا ما بخوایم اینو بیایم در مسئله دینی و در رابطه با خدا بخوایم قرار بدیم، ببینیم که این کردیت ریکورد یک بشر از نظر خداوند چجوری هستش و چجوری این اسکور ما به اصطلاح در جهان هستی از نظر باورهای دینیمون به کجا قرار میگیره و چجوری این به اصطلاح این پرونده ما رو میشه. اگه خواهش کنم که بله خواهش میکنم. پس سه مرحله است، با سه تا واژه مثلا معنی شناسی گناه رو همینطور که عرض کردم. پس اولش میشه قطع ارتباطات، جرم. بله. دوم اسم با سه نقطه، یعنی دید محدود، بسته، تنگ پیدا کردن. حالا سوال اینه که خب حالا چه نتیجه و عوارضی داره. من اجازه بدیم با یک دوتا مثال دیگه از این مرحله دوم بزنم. من از کردم یه سری گناه ها رو تو قرآن میگه اینا جرمه، یه سری رو میگه اسمه، یه سری رو میگه ذنبه، یه چیزایی میگه ظلمه، یه چیزایی میگه خطاست. اینا هر کدوم با هم تفاوت میکنه، باید دقیقا شناخت. مثلا قمار رو میگه که اسمه، یا شراب میگه تو میخوای فلان یه لذتی ببری، اینی که با بدنت چیکار میکنه در بلند مدت نمیبینی، تنگ کردی، میخوای همین نیم ساعت خوش باشی، ولی اون چیزی که با مغزت چیکار میکنه، با دستگاه گوارشت چیکار میکنه، یعنی محدود کردی. یا وقتت رو داری تلف میکنی روی یک چیزی که سرمایه تو داری میبازی، فقط میخوای اون نیم ساعت که قمار میکنی یک ساعت دو ساعت خوش باشی، عوارض بلند مدتش رو در مصلحت های زندگی خودت نمیبینی. یا این مثالی اتفاقا یه چیزی میدن دو سه روز پیش، برای اینکه مفهوم بر رو نشون بدم،
و اسم که چطور میشه دنیای آدم بسته باشه یا دنیای آدم باز باشه. یه نامه یه نویسنده روزنامه‌نگار فرانسوی نوشته، این مال شهر بوردو یا جنوب غربی فرانسه است، ژان مونیز برایتبرگ. این نامه رو به رئیس دولت اسرائیل نوشته. این در واقع عنوانش اینه: نام پدر بزرگ مرا از یادمان یادوشام پاک کنید. میگه آقای رئیس دولت اسرائیل، برای شما می نویسم که از منظر قانون، در واقع میگه اقدام قانونی بکنید تا نام پدر بزرگم موشه برایتبرگ را که در سال 1943 در تریلینکا قربانی اتاقهای گاز شد، این در واقع پدر بزرگش یکی از اون قربانیان دوران نازیسم بوده که در اتاق گاز کشتن، و نیز نام دو عضو دیگر خانواده مرا که در اردوگاه های مرگ نازی کشته شدند از یادمان یادوشام که به قربانیان یهودی نازیسم به هنگام جنگ دوم جهانی اختصاص یافته پاک کنید. یه روزنامه نگار، یک به اصطلاح شخصیت فرانسویه، به رئیس دولت اسرائیل میرسه نام پدر بزرگ من و نامون دوتا چیزم رو، یعنی در واقع حالا به تعبیر جامعه ما، اسم من رو از لیست خانواده شهدا پاک کنید. میگه اون کاری که شما تو غزه انجام دادید آقای رئیس جمهور، زیرا رویدادهای غزه و به طور کلی سرنوشتی که از 60 سال پیش برای مردم عرب فلسطین تدارک دیده اند، از دیدگاه من اسرائیل را از کانون یادمان ظلمی که به یهودیان و در نتیجه به کل انسانیت روا شده خلع می کند. پس ببینید، یه انسان تعصب نداره، خودش جزء به قول معروف خانواده شهداست اون طرف، ولی وقتی میبینه به یه مردمی داره ستم میشه، با بمب‌های فسفوری دارن بچه‌ها میسوزند، روی مدرسه میفته، اینو تعصبات دینی خودشو با این که در واقع جزء اون قشره، پدر بزرگش در این راه، دوتا از اعضای خانواده است، میگه اسم من رو حذف کنید، به نام من داره این ظلم و ستم ها میشه، میگه شما روی اونا رو سفید کردید دیگه، اون ظلمی که به شما میشده. من نمونه عملی رو بخوام، اینا نظر قرآن یک انسانایی هستن که از اسم گذشتن به بر رسیدن، این از تعصب دیگه رفته، براش انسانیت مطرحه، براش حقوق بشر مطرحه، به تعصبات قومی و قبیلگی و نژادی و مذهبی خودش وابسته نشده. پس گناهانی اسم تلقی میشه که تعصب مذهبی، دینی، قومی، قبیلگی توش هست، برعکسش به کارهای بر گفته میشه که گسترده است، حقیقت رو انسان ببینه. پس این گام دوم. اما اون چی که تو قرآن میگه، حالا میگه عوارض اینا چیه، بسیاری از گناهان رو میگه ذنب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ذنب یعنی چی؟ ذنب یعنی دم، دم، هر حیوانی دم داره دیگه، نیست؟ دم حیوان رو میگن ذنب. میگه اعمالی شما میکنید مثل دومتون دنبالتونه، مثل حیوان هر جا بره دومش دنبالشه دیگه. میگه تو یه کار خلاف و خطا کردی، فکر میکنی تمام شد؟ تمام نشد. تو آفریدی، مثل سنگی که آدم توی حوض میندازه، همینجور امواجش داره منتشر میشه. بیگ بنگ میگن چقدر؟ 14 میلیارد، 18 میلیارد، چقدر حالا؟ جهان چندین میلیارد سال پیش پدید آمده، ساخته شده. از این فرکانسایی که تو جهان پدید آمده الان دارن اندازه میگیرن که 14 میلیارد، 16 میلیارد، 21 میلیارد. پس این لحظه‌ای که پدید آمد جهان، هنوز امواجش هست. هر کاری ما میکنیم امواجش در جهان هست. کلمه ذنب یعنی تعقیب کیفری، دنبالت هست. هر کاری بکنی تو خلق کردی. تو دعای کمیل نظر تعلیم میگن اللهم مغفر لی ما کان منی، ببخش خدایا من رو در چیزهایی که از من به وجود آمده، اعمال من خلق کرده، هست تو جهان، بدی کردم، این تأثیرش دیگه دست من خارج شده، یه تأثیر بد رو کسی گذاشتم، اون سلسله بار اونم عصبانی شد، به کسی دیگه گفت، به کسی دیگه گفت، یه بدآموزی کردم، الان هزاران اثر منفیش رفته،
از دست من دیگه خارجه، من نمیتونم جمعش بکنم. کار خوبم هم اینطوره. یعنی در واقع ما یه تنینی در هستی به وجود میاریم، اینو بهش میگه ذنب قرآن. بسیار از رفتارهای ما میگه این ذنوب شماست، این کار کردی این نتایج به بار آورده. درست مثل پرونده قضایی، خداوند به حضرت موسی میگه برو پیش فرعون، خیلی طغیان کرده. میگه خدایا ولهم علی ذنب، من پروندم پیش اونا بازه. یه قتلی انجام شده بوده، یه سرباز فرعونی رو حضرت موسی در دفاع از یه مؤمنی میخواست اونو نجات بده، متوجه نبوده تو قرآن میگه مشتی به اون میزنه دفاع بکنه، یه نفر مشت به جای حساس اون افسر فرعونی میخوره و میمیره و حضرت موسی فرار میکنه دیگه، میره تو سرزمین مدین پیش شعیب و 10 سال فراری بوده دیگه. میگه پرونده من بازه، اونا در واقع تعقیب من هستن. این میگه ذنب قرآن. پس ذنب یعنی هر کاری آدم میکنه مثل یک کسی که یک خطایی کرده باشه پروندهش بازه دیگه، حالا به تعبیر شما کردیت ریکوردشه دیگه. الان اینجا میگه خب کسی میخواد وام بگیره کردیت چقدره، اگه 500 تا نمیدونم 600 که این فره، این نمیدونم اگه 600 تا 700 این حالا بد نیست، اگه تا 850 هست این مثلا اکسلنته. پس چطور ما تو روزگار خودمون همه یک پروندهی تو دستگاه های برحال یه مملکتی داریم دیگه، میتونن بگن که هر کسی سوابقش نشون میده چقدر بدهی بانکیشو داده، پول آب و برقاشو داده یا نداده، همه جا ثبت و ضبط میشه، هر کسی یه نمره‌ای داره تو این جامعه، میتونن بگن بهش وام بدیم یا ندیم، این نمره‌اش چقدره. این عوارض کارمونه که تو پروندهمون هست. حالا قرآن هم یک سلسله رفتارها رو میگه اینا در واقع ذنوب شما هستش، اینا آثار و نتایج کارتونه که باید از خدا خواست که اینا رو خنثا کنه، پاک کنه در واقع. یعنی یه مکانیزمای انرژی ها و نیروهایی هم هست که اگر انسان خودش اصلاح بکنه میتونه اون آثار و عوارضی که تو نفسش تو روحش به وجود آمده که دامنش رو گرفته در واقع بتونه پاک بکنه دیگه. همینطور که اگر مثلا فرض کنی یه کسی ورزش نکرده، خب گرفتار کمر درد شده، نمیدونم زانوش درد میکنه، مشکلات چیزی داره، خب یه ذنوبه دیگه، نیست چیکار بکنه؟ میگن حالا این ورزش ها رو بکن، یواش یواش این آثار خونسا میشه دیگه، این آثار میره، زانوش خوب میشه، کمردردش خوب میشه، این به هر حال آثار و عوارض زشتی که در ناپسندی که در وجودش بود اینا همه ترمیم پیدا میکنه دیگه. ترمیم در واقع نواقص و نارسایی ها اون را میگن در واقع غفران ذنوب، به اصطلاح در واقع دینیش رو خدمتون عرض میکنم. بله خیلی ممنون، مرسی. فکر نمیکنم وقت زیادی داشته باشیم ولی هنوز میتونم یه سوالی را به عنوان آخرین سوال با شما مطرح کنم. خب با توجه به اینکه شما یه تقسیم بندی کردین برای گناه و یک در حقیقت یک مثلثی رو برای گناه صحبت کردین راجبش که میتونست یک زاویش جرم باشه، یک زاویش اسم و یک زاویش زن باشه و خب خیلی توضیح دادید در موردش و انشالله توی یک به قول معروف آخر سر هم باز یک توضیح کوتاهی در مورد این ستا خواهیم داد. ولی خب باز اشاره کردید که کلمه واژه گناه در قرآن نیست ولی واژه های دیگه ای هست که اینا میتونه در زمینه گناه، واژه گناه قرار بگیره. خیلی چیزای شبیه عصیان، طغیان و واژه های بسیاری هست. من فکر کنم با این باقی مانده وقتی که داریم اگه لطف کنین به چند تا از این واژه های قرآنی اشاره شده بکنین و تا بیننده های ما اگر در قرآن بهش رسیدن بدونن که مفهوم این واژه ها چی میتونه باشه. بله حالا البته همونطور که عرض کردم شاید 20-30 تا واژه باشه که در ترجمه های قرآن یا تفسیرها همه رو می‌نویسن گناه، در حالی که هیچ کدوم به اون معنا گناه نمیتونه بیانگرش باشه. و در ابتدای عرایزم هم توضیح دادم این راجع به هر کتاب دینی، تورات، انجیل، همه اینا از اون متن اوریجینالش وقتی خارج میشه به یه زبان دیگه ترجمه میشه، درست مثل اینکه شما حافظ رو مثلا بخواید به یه زبان دیگه ترجمه بکنه که ترجمه شده، یا مولوی رو، طبیعتاً بخشی از اون بار معناییشو از دست میده که تو اون زبان اصلی این چه چیزی رو میخواسته برسونه. شما فرض کنید تو اشعار حافظ کلمه رندی خیلی بکار میره، اصلا این توی فرهنگ خاص چند قرن پیش معنا میده، امروز هم ایرانی ها نمیفهمن رندی، اصلا یه مفهوم دیگه ایه. بله. میفهمن
ولی در عرفان اون موقع برای خودش یه معانی خاصی داشته. حالا واژه های قرآن هم همینطور است. مثلا ظلم یکی از واژه ها، حالا گفتین بعضی ها دیگه. بله. ظلم در قرآن شبیه همون جرمه. جرم به انقطاع، قطع رابطه است، قطع پیوندهایی که وسیله رشد و کمال انسان میشه. هر یکی از اینا رو قطع بکنه، مثل درختی که یکی از ریشه هاش قطع بشه، میگن جرم. ولی حالا قرآن از یه زاویه دیگه مسئله ظلم رو میگه، اونم میگه میوه ندادن. مثلا یه جا تو سوره کهف داستان باغ، دو تا باغ رو مثال میزنه، میگه کلتل جنتین آتت اکلها، هر دو تا باغ کاملا میوه میدادن، ولم تظلم منه شیئا، درختا کوچکترین ظلمی نمیکردن. یعنی ظلم رو به درخت نسبت میده، نه اینکه عالما آگاهان. اینو به ما میخواد حالی بکنه، یعنی میگه این درختی که مصرف کننده است از طبیعت، دائما داره از طبیعت مواد عالی میگیره، آب میگیره، نور میگیره، انرژی میگیره، باید میوه بده، اگه نده ظلم کرده. میخواد به ما بگه تو هم که همش مصرف کننده ای، فقط داری از دستاورد علمی، تکنولوژیک، اقتصادی دیگران استفاده میکنی، تو چی کار داری میکنی؟ اگه نکنی تو هم میوه ندادی، پس تو مرتکب ظلم شدی. حالا بخشی از ظلم، ظلم با خودش انسان، همین که میوه و محصول نمیده، بعضیاش در رابطه با مردم خلق خداست، بعضیاش در رابطه با خالقه، که هر کدوم اینا یک در واقع برای خودش دورانیست. یا کلمات دیگه مثل فرض کنید فسق. فسق یعنی خروج از این حریم. میوه پوسته‌ای داره، فرض کنید خرما، وقتی خرما پوستش ترک میخوره میگن فسق الرطب عن قشره، این خرما فاسق شد. یعنی به محضی که پاره میشه از همونجا میکروب نفوذ میکنه. یه انار، یه سیب، یه گلابی، میوه یه پوسته محافظ داره، به محضی که پاره میشه از همونجا گندیدگیش آغاز میشه. حالا میگه شما هم یه حریمی دارید، قانون خدا برای شما میگه این حریم و حدود شماست، تا اینجا مال خودت و مال مردمه، این پوسته رو، این حریم رو پاره نکن، اینجا ناموس خودت، اونجا ناموس مردم. به این سری کارها میگه فسق، یعنی خروج از این مدار و مسیر. همینطور که پاره شدن پوسته میوه موجب فسادش و گندیدگی میشه، در قرآن میگه فساد محصول فسقه. یعنی وقتی تو این حریم محافظ خودتو، محدوده قانونی رو، تو این رو پاره میکنی، خارج میشی، فاسد میشی. حالا شاید عرض کردم 20 تا واژه است که بهشون میدن که دیگه وقتی نیست بخوام این رو توضیح بدم. اینا هر کدوم باید در نظر واژه شناسی رفت سراغش که اینا چه مفهومی داشته. خود واژه رو باید شناخت، بله، تا پی ببریم. میگه چرک ها را باید بست، باید شست، جور دیگر باید دید. واژه میگه باید عین خودش باشه، باد بیان کننده واقعیت باد باشه، نه اینکه فقط باد بنویسه، آب. یعنی بنابراین این مفاهیم رو به جایی بگیم، این گناه، این ثواب، باید فهمید چرا این کار بده و چرا خوبه. یعنی با شناخت عمیق واژه ها قرآن اینجوری میگه. و اینه از کردم در 25 بار گفته که این کارا گناه نداره، هیچ جا نگفته این کار گناه داره. چیزی که برای ما دائما مطرح است در واقع آموزش آثار و نتایج عمل ماست، اون چی که در قرآن بیان کرده. خیلی ممنون آقای بازرگان. نمیدونم هنوز وقت داریم، ما همیشه یه هایلایتی از بحثمونو با بیننده‌های عزیز صحبت میکنیم. بیننده‌های عزیز، هایلایت برنامه امروزمون واقعا این بود که راجع به گناه صحبت شد و اینکه گناه چه مکانیزمی داره. گناه میتونه واقعا یکی به صورت یک مثلث اگه بهش نگاه بکنیم، جرم هست که جرم با در اثر قطع رابطه با خداوند و خلق به وجود میاد، و یکی مسئله روانشناسی درونی خود آدمه که شاید باعث جرم بشه، که اونو اسم در قرآن بهش اشاره شده که منظور اینه که ما اگر که تنگ نظر باشیم، کینه، نفرت، چیزایی تو مغزمون بیاد نسبت به افراد، باعث میشه که ما مرتکب جرم بشیم. و مسئله سومی که آقای بازرگان بهش اشاره کردن ذنب هستش، که خیلی جالب بود، گفتن معنی لغتیش مثل دم هست، یعنی اون اثر اون گناه و جرمیه که ما شاید تا ابد با خودمون داشته باشیم و این دنبال اثر اون کار بدیه که ما میکنیم و ما رو رها نمیکنه و با ماست. اینجاست که ما باید
واقعا فکر کنم به بهترین هایلایت این بحث من اشاره کنم، با قرآن آشنا باشیم، از خداوند بخواییم که باعث بشه که ما فکر تمیزی داشته باشیم، رابطمون قطع نشه، تا بتونیم با این رابطه‌ای که با خداوند برقرار میکنیم بتونیم از جرم و گناه دور باشیم. از توجه عزیزان خیلی ممنون و شما عزیزان به خداوند بزرگ تا برنامه بعدی میسپاریم. از شما خیلی متشکرم. متشکرم. شاد و خرم باشید. با تشکر از صبر و توجه و عنایتتون. روز بخیر.